به ویژه دختران سلحشوری بچه‌ای که از اینا دفاع میکنن، این کانون‌های شورشی که خردمند و خردگرا و اندیشه نو دارن و تحول میخواهند، اینا همه رو پس میزنن. و بعدم جنگ داخلی هم نیست، وقتی تو دشمن خودتی که داره تو رو میکشه میزنیش، این دشمن اومده تو خونه، این همون صدام حسین حزب بعثه اومده تو خونه به اسم هشت شعبی و فاطمیون و سپاه قدس و چیز دیگه اومده تو خونه داره تو رو میکشه، تو داره خود دفاع میکنی. اینها رو بایستی مردم سلحشور ایران بدونه و خود رژیم هم میره فهمیده، چون در درون اینها خیلی درگیری به وجود اومده، پدرشون در اومده. علی خامنه‌ای مشخصا خودش وقتی میاد میگه که البته بدلش ها، من این میگم از این بدل، این بدلشه، همین آرتیست بدلش که داره جاش چندین ساله، من نخستین بار بهتون چند سال پیش گفتم که مرده، حالا کار نداره، همینی که جاش گذاشتن همین کامپیوتره، همین این الان خودش وقتی میاد میگه که تو بسیج دشمن نفوذ میکنه فلان فلان، گفت نفوذ نداریم که یک کسی که یا از تو دفاع کردن نوریزاد تبرزدی اینا یه گم نوچای تو بودن، از تو دفاع کردن فیلم ساختن برات، همه دشمنت شدن باید مخالفن. این دلیلی که آزرم زیاده. خب حالا تو خود بسیج انقدر من فرماندهای سپاه و جانبازان میشناسم که معلولن و چه و اینا، قبلا اصلا مرید خامنه بودن، الان دشمنتن، ببینن میکشن مردک تو خودتو. وقت من میگه نفوذ کردن، موضوع باشه اینا نفوذ، نه اینا جنگ ارتش، پلیس، سپاه، بسیجی، اطلاعاتی آریایی است با سپاه قدس، لشکر بیگانه تازیان که در داخل میهن هستن. این خامنه‌ای که میگه داره رد کن کنه. مراقب نفوذ دشمن در درون مجموعه بسیج باشه، اینو توجه داشته باشه. گاهی آدم فاسد، گاهی آدم ناباب لباس عوضی میپوشه، خودش رو توی مجموعه جا میکنه، لباس روحانی میپوشه، میاد تو روحانیون خودش رو جا میزنه. کسوت روحانی در بیاد، میتوانه در کسوت بسیجی در بیاد. آدم فاسد، آدم ناباب، حواستون به اینم باشه. اینم یه توصیه. آخرین توصیه من آیه قرآنه. حالا ما از اینا در همه جا داریم، بارها بهتون هفته پیش نشون دادم، هر از چندی این به شما نشون میدم که بدونید که در داخل نیروهای مسلح هر کدومشون رو حساب کنی دوگانگی پدید اومده و مردم فهمیدن و این خط آریایی ایرانی و خط تازی بعثی سپاه قدسی با هم الان خودشون درگیرن، فرمانده میگیرن، سردار میگیرن، پاسبان میگیرن، سرباز رو بازداشت میکنن، اصلا نیروی نمیفرستن که آقا برو فلانجا قتل هم کن. نیروها میاد تو شهر وارد میشه، دستاشونو بلند میکنن برای مردم. ببینید مردم سپاسگزاری میکنن از اینها. تا الان پیروز هستم. بعدم آقا نظامی تا الان تو تاریخ چنین سابقه نداشته. من به عنوان یک تاریخدان مورخ به شما میگم، تو تاریخ سابقه نداشته که تا این حد مریدای دیکتاتور زدش بشن، نیروهای مسلحش زدش بشن، نسل نو و جوان بیاد توی خیابون و بعد فوش بدن به اینا، فوش خواهر و مادر بدن، بعدم فوش خواهر مادر تو رسانه‌های عمومی جهان میانن میگن، مردم دیگه میگن، ملیت های دیگه میگن، مردم خود ایران میگن، چون حرف شنا نیستن اینا. بعد از همه مهمتر، جدا از اینکه میزنن بچه های 9 سالی مثل کیان و دیگران رو میکشن، همین بچه ها از 3 سالش میاد به اینا فوش میده. اینا هر روز نشون داد چیز جدیدم که اومد، مثل امام پرانی، مثل چیزهای دیگه، روسری سوزاندن و این بچه ها رو همین چه باید نشون بدید.
هم میشی اینا رو نشون بدی. اگر بتوانید یک سرود بعد جهان که فهمیده، مردم ایران فهمیدن، خود ایران حزب اللهی هم فهمیده، بسیجی هم فهمیده، اطلاعاتی هم فهمیده، شما چقدر پول میگیرید، چقدر حقوق میگیرید، هر کی میخوای باشی، اینا که میلیارد میلیارد میارن میارن، عشقشون رو خودشون میکنن، تفریحشون رو خودشون میکنن، بعد برای خودشون همه چیزم آزاده، ماچو بوسه کردن آزاده، ماچو بوسه، سرلخ بودن آزاده، نه که از دیروز که بچه اومدن اینو تحمیل کردن بر نظام، از قبل که می اومدن پاریس میرفتن دریافت یزدان گواهی تو این پاریس، من 40 سال پیش تو شانزلیزه میشستم برای رفقام چای قهوه بخوریم اینا دفترمون هست اینا، می دیدم چون بعضی از اینا من بچه‌هاشون رو میشناختم، حالا یارو پیر شده ولی مثلا 30 سال پیش هنوز تازه عروس شده بود نشده بود جوان بود اینا، باش دختر اینا تو پاریس و لندن و لس آنجلس و بیورلی هیلز و مالزی و ژاپن و اینا سرلاخت حالشون میکردن، عشقشون میکردن. شما بدبخت و بیچنی که باید چند دلقاس حقوق باید روساری توساری فلان فلان همدیگر ما چی میکنه دختر پسر جفتک میبرونن همه تو شما چون اجازه توی 40 سال داشتین؟ برای همینه که مردم دیگه ترس ندارن، شجاعت دارن، ترس ندارن، از چیزی ترس ندارن. شما ببینید یه برنامه زنده رئیس جمهورشون رئیسی داره میره داره صحبت میکنه تو برنامه زنده که تلویزیون هم داره لایو پخشش میکنه، جوان پا میشه با شجاعت ترتیبش میده، این شجاعته، این است که شما چیکار میخوای بکنی؟ بعد مردم دارن عزاداری خودشون میکنن، اینا همه جان جاسوساشون میفرستن ولی مردم بهوشن، زرنگن، میزنن. آقا فامیل تکی اومد یاد نر از بابا یارایی که نشون دادم و ننهاشون که بدتر نیست، فامیل شما اگه دیدین اومد داره چادرت افتاده در میگه مادر تو چادرت بکش سرت کن فران کن بزنیدش، نزدیکترین دوستت بود بزنیش، همه مأمورن، این همه سیدایی هستن که میخوان فرهنگ تازی سادات صحراگرد رو حفظ کنن که 20 درصد خمس رو بگیرن، منافع مادی اولشه، بعد قدرت، قدرت داشته باشن بر شما و سلطه داشته باشن بر شما. هر کی اومد از این مزخرفات زد که نزنید نکنید، من اول بگو تو سیدی؟ اگه سیدی برو مثل ابراهیم گلستان بشو لگد بزن به سیدی، اگر سیدی برو مثل هادی خرسندی باشو که داری اینا رو میزنه، مثل هادی، هادی هم سید از این بعد از این اسم زیاد به شما میدم، به زود بگی بگی تو سیدی داری از اینا دفاع میکنی، به این ترتیب میگی آو کار نکن این کار نکن، تو سیدی، سیدی که لقد میزنه میشه آقای حالو عالی پیام، اینا سیدن ولی به ایرانی بودنشون افتخار میکنن، بنا لگد میزنن. برای همین عزیزان من کسایی که میان آقا حالا اون رو نگی، حالا این رو نکن، حالا کار نکن، زود بهش بگید، بگید تو سیدی و در لباس مخالف کنار من اومدی وایسادی داری کلک میزنی، برو باشه هادی خرسندی، برو باشه ابراهیم گلستان، برو باشه آقای حالو، برو باشه احمد کسروی، برو باشه مرتضی جزایری، علامه مرتضی جزایری، برو باشه دکتر کوروش آریامنش، رهبر کنونی نوپردازی در جهان آریایی کوروش آریامنش هست، رضا مظلومان خرسند ستم دیده که خونش جوشید. این تحولی که امروز به وجود اومده ثمره تلاش دکتر کوروش آریامنش هست. سید نیان بخوان اندیشه های تازی رو بر شما تحمیل کنن، شما زرنگتر از اونها باشید. آقا استاد اکبر گلپا هفته پیش تشریف بردن بیمارستان، این مرد بزرگ، این که مهرش در همه جا هست، ایشون هر وقت پاریس هست تو دفتر من از وزیر و وکیل کردستان و عراق گرفته تا کشورهای دیگه اومدن دیدنش، دست بوسیش تا مردم خود سرزمین ایران، باش من تو دنیا رفتم با گلپا، هر جا رفتیم تو آسانسور، توی خیابون، توی کوچه، همه مرید اکبر گلپا. چرا؟ چون رفیق شاه بوده. چرا؟ چون 70 سال همه با صداش عشق کردن، 70 سال با صداش همه زندگی کردن. اون سالا از پاریس تشریف بردن ایران چونو گرفته بودن که آقا شما اوستایی شدی، حالا یعنی چی؟
تو فرور پشت سرت میذاری و خرابات مغان میخونی و از دولت نهر نهراسید میخونی و فلان اینا. گفتم تو چند سالته؟ مرد حسابی، من وقتی که خوندم در خرابات مغان نور خدا میبینم سیاوش هفتستان روز به دنیا نیامده بود. بعد چی فرور پشترم گذاشتم؟ گلپا داری میگی نارا فرور؟ برو نگاه کن در آثار باستانی ایران. حالا همین گلپای عزیزم قلبشو عمل کرد هفته پیش، به هیچ کس هم نگفت، بی سر صدا رفت، ولی زنگ میزدم جواب نمیداد، تلفنش عجب خدایا. قلبشو عمل کرد، اما اولین سخنی که گفت گلپا توی تخت بیمارستان، بیمارستان جمع، همینجا از همه پزشکان، از تمام تیم پزشکی، اسامیش هم استاد گلپا به من داده، من تلفن کردم سپاسگزاری کردم، ولی اینجا میخوام بگم از همه تیم پزشکی بیمارستان جمع در تهران سپاسگزاری میکنم، از همه پرستاران عزیز سپاسگزاری میکنم که به استاد گلپا رسیدن، خیلی ممنون. گلپا رو تخت که میشینه، از اتاق عمل که میارنش میتونه دیگه صحبت کنه، میشینه اولین حرفی که میزنه ببین چی میگه، از ایران میگه، از وطن ندوی همش میگه، از ایران. گفتم به قلم نام حبیبم بنویس، میدونی چی گفت؟ رگ جونم زد و رگ جانم زد و بنده به خون ایران را. ما ایرانی هستیم، تو بنسر خودم عمل میکنیم، مردم دوست داریم. رفتیم به اوین، ما رو در اوین خواسته بودن، یک آقای هم اونجا، آقای گیلانی اونجا محاکمه میکرد و یه آقای هم بود به نام عباس زمانی، البته اونم مؤمن بود. بعد این یک خاطره است، ما یک بار که اومدن ببرن تو اتاق که چیز کنن، محاکمه کنن و سوال و جوابی داشته باشیم، من با اون آقای، یه آقای بود که اونجا چیز جزو نگهبانا بود و بادیگارد بود و اینا، اسلحه داشت و اینا، این بچه محل ما بود، مال شهباز. من تشنم بود چون من دیابت داشتم، قند. گفتم من میخوام برم تو صحبت کنم، یه لیوان آب اگه میشه به من بده. محلی نزاشت و رفت. اون آقا از من سوال کرد، سوال ها رو کار کرد، از این حرف ها، من هم تو ساکت نشسته بودم، چی بگم آخه؟ خب اتفاقات بود که افتاده بود. بعد گفت آقا شما دفاعاتو بکن، این آخری دفاعته، دفاع از خودت دفاع بکن، اگه کاری چرفی داری چیزی داری. گفتم نه، من یه بیت شعر برای شما بخونم، شما جای امیرالمومنین نشستی داری حکم میدی. گفت چیه؟ گفتم که من اگر زنده بودم این خط تو میدم یه شاعر خوشخط بنویسه، شما جای امیرالمومنین نشستین بالا سرتون بزنید. اگر نبودم هم که دیگه نبودم دیگه. گفت چیه اون شعر؟ گفتم به قتل چون منی، چون میگو آخرین دفاعتو بکن دیگه. گفتم به قتل چون منی، گر خاطرت خوشنود میگردد به جان منت، ولی تیغ تو خون آلود میگرده، من که میرم، تویی که این سر منو بریدی، این خون هر وقت چشت میفته تنت میلرزه. من نکته دیگه که میخوام بهتون بگم اینه که شما به حرف این پدر مادرهای خودفروش یادتون نره، تازه نرم اسلام میگفت و سابق برای اسلامیت خودش، حالا ما برای ایرانیت داریم میگیم، این پدر و مادرهایی که سرسبرده تازیان هستن و خود را به تازیان فروختن، 1401 سال ما رو بیچاره کردن، لگد بهشون میزنید هیچ اشکالی نداره. اینایی که نمیان اسم بچه هاشون که کشته میشن، زخمی میشن، متجاوز، مورد تجاوز قرار میگیرن، زندانی میشن، گم میشن، نمیدن به